آتش مهیبی در یکی از بیمارستان های بیماران کرونایی در شهر بغداد پایتخت عراق رخ داد که بر اثر آن دهها تن جان خود را از دست داده و ده ها تن دیگر زخمی شدند محل این آتش سوزی در بیمارستان ابن در منطقه جس دیالی در جنوب بغداد بود و بررسه های اولیه نشان می عامل این حادثه انفجار کپسول اکسیژن بوده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. خبرنگار خبرگزاری رسمی عراق از بیان دلایل متعددی در رابطه با حادثه آتش سوزی در بیمارستان ابن خطیب خبر می دهد جایی که برخی از اتصال کابل برق و برخی دیگر نیز از بروز اختلال در دستگاه های اکسیژن به عنوان عامل حادثه نام می برند بر اساس آمار رسمی اعلام شده شمار جان باختگان به 82 تن رسیده و مجروحان 110 نفر هستند. دفتر اطلاع رسانی مصطفی الکاظمی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود کشته شدن شماری از افراد در نتیجه این حادثه ناگوار را تسلیت گفته و اعضای عمومی اعلام کرده است بنابر آنچه در این بیانیه آمده الکازمی دستور داده با افراد زیر در وزارت بهداشت عراق در رابطه با دلایل وقوع حادثه آتش سوزی تحقیقات فوری انجام شود و مدیر بیمارستان ابن خطیب نیز و همراه مدیر امنیت در مسئولان نگهداری دستگاه های این بیمارستان برای تحقیقات فوری احضار شوند و تا زمان تکمیل تحقیقات و بازخواست و مجازات همه افراد مقصر در این حادثه از نظر قانونی بازداشت شوند با دستور نخست وزیر عراق همچنین به خانواده های قربانیان حادثه آتش سوزی بیمارستان مذکور همه حقوق شهدا پرداخت می شود و همه امکانات نیز برای درمان زخمی های آتش سوزی به کار گرفته خواهد شد از جمله اینکه در صورت لزوم برای درمان به خارج از عراق اعزام می شوند یادآور می شود که بیمارستان ابن الخطیب به عنوان یکی از بیمارستان های ویژه بیماران مبتلا به کرونا بود که دچار آتش سوزی شد و با وجود آنکه تیم های آتش نشانی ظرف دو تا سه ساعت موفق شدند آتش سوزی را مهار کنند ده ها تن از افراد موجود در بیمارستان در نتیجه این حادثه جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند الکازمی همچنین با تعدادی از وزرای کابینه خود جلسه فوری در این رابطه برگزار کرده است مجلس عراق نیز نشستی استراری با حضور کمیته بهداشت و محیط زیست برگزار خواهد کرد.